بنده استاد بزرگوار من حضرت آیت الله آسید محمد حسن الهی اخوی حضرت علامه طباطبایی مریض شدن در بیمارستان نیکویی، بستری بودن، بنده اونجا مثل نرس خدمتشون بودم. حالشون بهتر شد و تشریف آوردن بیرون و تابستون شد و حوزه تعطیل شده، ما هم آمدیم برای درس و بحث هیئتی که عرض کردم 25 سال آمول داشتم، آمدیم آمول. عذر میخوام، ببخشید ما را. آمدیم آمول، ایشون تشریف بردن تبریز، با خبر بودم. اخویشون حضرت علامه طباطبایی عزیز قم بودن، اون آقا رفتن تبریز، ما رفتیم آمول. مسجد سبز میدون آمول نماز میخوندیم، دو تا کلاس هم اونجا داشتیم برای عزیزان، یکی هم منزل داشتیم، دو تا اونجا داشتیم دیگه. رفتیم نماز زورش رو خوندیم، آمدیم دیگه، غذای خورده شد، نهار خورده شد، تمدد اعصاب بچه ها نه، حرف خیلی پیش از این هاست. بله بچه ها دیگه شیطنت اینها نگذاشتن که جناب مستطاب پدر به خواب استراحت کنه. بالاخره ما رو عصبانی کردن، عصبانی کردن. خیر پدر نگو، پلنگ. عصبانی شد که چرا 20 دقیقه نخوابیده، ناراحت نشوی. یه مقدار با بچه ها، با بعد به مادر بچه ها و تا با شما بچه ها، من چه کنم با بچه هم دیگه دوا اینها، و عصبانی شدم، مقداری بیادبی کردم. به خاطر 40 دقیقه فاصله دیدم که منفعل شدم، منفعل، منفعل سخت. به اون استادمون همین آیت الله سید محمد حسن الهی عزیز اخوی علامه طباطبایی به ایشون عرض می کردم آقا جان خدمت آقا می رسید، از ما هم یادآوری کنید. آقا ایشون استادشون حضرت آیت الله حاشد علی قاضی را که استاد ایشون بودن، ایشون رو می فرمودن آقا، سر زبانشون آقا می گفتن، هر وقت می گفتن آقا می دونستیم یعنی اون جناب. گفتیم هر وقت خدمت آقا می رسید از ما هم یادآوری کنید. فرمود چشم. ناراحت شدم من از این گستاخیم نسبت به فرزندان و مادر فرزندان، از خونه در رفتم و رفتم یه مقداری شیرینی و میوه و اینها خریدم، داشتم می اومدم این حدیث پیغمبر تو راه مرا آب کرده، تا این میوه و این شیرینی رو بیارم خونه بیچاره شدم. اون حدیث دیگه دیدم جلو چشم من خود تجلی میکنه و آن این است که رسول الله فرمود دلی را مشکن، که دل را شکستی التیامش دیگه به عذرخواهینا اون دل اول نی. این مثل یه ظرف خیلی گرانقدری رو زدی شکستی، حالا میخوای بدی رو لحیمش کنه. و این حدیث دیگه من رو بیشاره کرده. کیف کن بردم و عذرخواهی کردم و نشستیم و دیدم نمیتونم آمول بمونم و حالا زمزمه میکردم به شعر جناب بابا طاهر عریان، مکن کاری که برپا سنگت آیو، جهان با این بزرگی تنگت آیو. دیدم این عالم به این بزرگی تنگ و بهانه گرفتم، رو کردم به مادر فرزندان و فرزندان، گفتم من تا تهران میروم، اگر امروز بر نگشتم ظاهرا مشکلم هست، کار دارم، فردا میام به هدف تبریز. مغرب رسیدم تهران، نماز مغرب شور خوندم، از یه آقای پرسیدم کسی بخواد تبریز بره باید از کجا، گفتن که سوال کنید از بابا همایون. گفتم میدونم، رفتم بابا همایون، اونجا دیدم یه ماشین بزرگ اتوبوس ایستاده، وارد گاراژشون دفترشون شدم، گفتم آقا من مسافر تبریزم، گفتم ماشین دو سه نفر مسافر میخوام. نشستیم و بعد از نیم ساعت حرکت کرده وارد تبریز که شدیم، اذان صبح را داشتم میگفتم، ما تو ماشین بودیم، پیاده شدیم، ما رو اینجا پیاده کردن، به یه آقایی گفتم اینجا مسجد مدرسه طلاب جایی، گفتن همین دروازه که داره باز میکنه مدرسه طالبیه است، مال طلبه هست اینا. ما رفتیم مدرسه و مسجد نشستیم و نماز صبح را خوندیم و مقداری نشستیم با بعضی طلبه هم صحبت، تا آفتاب شهر تبریز را گرفت بالا آمده، ما پرسان پرسان رفتیم منزل استاد حضرت آیت الله سید محمد حسن
الهی. در زدم، خانمی آمد دم در. شما؟ گفتم من فلانیم. برگشت و بعد دیدم آقا جان خودش تش رحمت الله علیه رضوان الله علیه تشریف آوردن دم در. اینجا چه کار میکنی؟ گفتم از بد حادثه اینجا به پناه آمدم. بعد رفتم نشستم، من از ایشون حال پرسیدم، عرض کردم که کسالت داشتم، بیمارستان بودم. گفت الحمدلله حالم خوبه و من که حرفم تمام شده سروران من. این با اینکه ما شاگردش بودیم، استاد ما بود، اونقدر مؤدب بودن، لفظ حاجی آقا. بعد به من گفت حاجی آقا. گفتم بفرمایید. گفت من پیش از اون که از شما احوال پرسی کنم خدمت آقا رسیدم، آقا استاد آسدعلی قاضی، حرف که دیروز، کسی باش تلفن نکرده، خبر نداره، نه فاصله ای نشده، ما دیروز ظهر این بیادبی رو با بچه ها کردیم و مادر فرزندان اینا از امول دیگه دیم بر ما تنگ شده، در آمدیم و شب آمدیم برای تهران و رسیدیم الان صبح به تبریز آمدیم خدمتشون. گفت حاج آقا. گفتم بفرمایید. گفت من خدمت آقا رسیدم، آسدعلی قاضی. بهشون عرض کردم که به حاجی آقای آمولی ما نظرم داشته باش، تعبیر ایشون روی ادبش حاجی آقای آمولی، شاگردش بودیم. بهشون عرض کردم که به حاجی آقای آمولی ما هم نظری داشته باش. حاجی آقا، آقا از شما گله‌مند بود. من بیچاره شدم، من از تنگدلی و ناراحتی از اونجا پا شدم، صد فرسخ را از آمول آمده تبریز و من نمیدونم. گفتم آقا ایشون من چه کردم؟ ایشون از من ناراحتی با و تنگدلی من چه کردم؟ گفت من که نمیدونم. من به ایشون عرض کردم که به حاج آقای آمولی ما نظری داشته باش. ایشون در جواب به من فرمودن چطور آقای آمولی، دیگه نگفت حاج آقای آمولی، چطور آقای آمولی هوس این راه را دارد و حال اینکه با عائله اونطور رفتار میکند؟ داستان شما با عائله چی بود؟ بچه که نیستم، کسی که خبر نیاورده، تلفن که نگردن، تلویزیونی هم که نبود، دیروز بعد از ظهر بود، امروز صبح آمدم خدمت ایشون. و از این وقایع با این بزرگ مردان الهی، حالا دیگه ائمه چه بودن؟